سلام دوستان من مرتضا کریمی هستم از وبسایت باگ نام داتا یار توی قسمت 51 از آموزش پایتونمون هستیم و خبر خوب این که بالاخره پایتون مقدماتی رو تموم کردیم اما خب توی این قسمت میخوایم یه جنبندی کوچیک داشته باشیم راجع به پایتون مقدماتی و چیزایی که تا حالا راجع حرف زدیم و بعدش هم بریم ببینیم که توی پایتون پیشرفته چه چیزایی یاد میگیریم همینطور میخوام چند تا سایت واسه تمرین برنامه نویسی بهتون معرفی کنم اما اگه بخوایم یه مرور کوچیک روی چیزایی که تا حالا یاد گرفتیم بکنیم در واقع ما از ابتدای کار با مفاهیم پایه توی برنامه نویسی آشنا شدیم بعدش هم با متغیرها و مقدارها آشنا شدیم بعدش هم یاد گرفتیم که چطوری از کاربر ورودی بگیریم یا چطوری یه سری اطلاعات روی خروجی یا همون مانیتور چاپ کنیم همینطور راجبه عملیات های پایه ریاضی مثل جمع و تفریق و ضرب و تقسیم توی پایتون حرف زدیم و با بولین ها و عملگرای منطقی مثل اند و اورونات آشنا شدیم. بعدش هم که رفتیم راجع به ایندکس کردن و برشت زدن حرف زدیم. منظورم از برشت زدن همون اسلایس کردنه که توی اوایل آموزشمون باهاش آشنا شدیم. همینطور با تبدیل داده ها به همدیگه هم آشنا شدیم مثلا یاد گرفتیم که چطوری اعداد رو به استرینگ تبدیل کنیم یا لیستا رو به تاپل ها تبدیل کنیم بعد از اونم با شرط ها و حلقه ها آشنا شدیم و همینطور راجع به عملیات آن پک کردن یا همون باز کردن توی پایتون هم باهاش آشنا شدیم همینطور با کلی داده مختلف مثل اعداد و رشته ها و لیستا و تاپل ها و دیکشنری ها و مجموعه ها توی پایتون آشنا شدیم اینا چیزایی بودن که توی پنجاه تا قسمت اول آموزشمون باهاشون آشنا شدیم که در واقع یه سری مباحث پایه بودن به خاطر همین بهشون میگیم پایتون مقدماتی. اما ببینیم این پنجاه تا قسمتی که تا الان ضبط کردیم چقدر از ما زمان گرفته و شما چقدر تا الان کار کردید. خب اگه با روال کار آموزش ما آشنا باشین حتما تا الان فهمیدین که آموزشمون در واقع هر قسمتش به طور میانگین سی دقیقه است. حالا بعضی قسمت ها میتونه یکم بیشتر از سی دقیقه باشه بعضی هاشون هم یکم کمتر ولی من هدفم اینه که هر قسمتی نیم ساعت یا همون سی دقیقه باشه به خاطر همین اینجا هر قسمت رو میام سی دقیقه در نظر میگیرم خب ما تا الان 50 تا قسمت ضبط کردیم هر قسمت هم که در نظر میگیریم به طور میانگین زمانش 30 دقیقه باشه به همین خاطر یه ضرب ساده که بکنیم میشه 1500 دقیقه آموزش یا 25 ساعت تا الان آموزش ما طول کشیده و توی این 25 ساعت اومدیم پایتون مقدماتی رو به شما تدریس کردیم اما توی این پنجاه قسمت ما اومدیم 14 قسمتش رو تا الان به حل تمرین اختصاص دادیم اگه اونا رو هم سی دقیقه در نظر بگیریم به طور میانگین ما تا الان 420 دقیقه یا 7 ساعت حل تمرین هم داشتیم پس میبینید که تا الان راه دراز و طولانی اومدیم که چندان آسون هم نبوده اما خب حتما با خودتون میگین که توی اینترنت آموزش های پایتون دیگه یمه هست که مثلا 5 ساعته یا 10 ساعته 7 ساعته پس چرا اینقدر آموزش مقدماتی ما 25 ساعت طول کشید؟ ببینید منم اون آموزش های کوتاه مدت مثلا 5 ساعته یا 10 ساعته را دیدم. ولی خب هدف من این نبود که فقط بیام یا آموزش بسازم که کلیگویی کنم یا به صورت سطحی مباحث و توضیح بدم برم به خاطر همین اومدم یکم عمیق تر شدم و آموزشمون 25 ساعت طول کشید. وگرنه شما میتونید برید توی اینترنت مثلا یه آموزش پایتون 7 ساعته یا 10 ساعته ببینید در حالی که اصلا ما توی این آموزش فقط 7 ساعت تمرین کردیم پس اهمیت این 7 ساعت تمرین و این 25 ساعت آموزشی که تا الان دیدیم اصلا دست کم نگیرید خیلی ها هستن که میرن از آموزش های کوتاه مدت شروع میکنن و یه چیزی هم به صورت کلی و سطحی یاد میگیرن ولی کسی که این 25 ساعت آموزش ما را دیده باشه و یاد گرفته باشه مطمئن باشه توی سطح بهتری از اون افرادیه که فقط مثلا 5 ساعت یا 7 ساعت یا 10 ساعت تجربه از برنامه نویسی دارن چون اینجا شما فقط 7 ساعت تمرین کردین و اونایی که این 50 تا قسمت رو تا الان دیدن و تمرین کردن و یاد گرفتن مطمئن باشن که چیزایی بلدن و تجربیاتی دارن که خیلی از افراد تازه وارد و آماتور توی برنامه نویسی ندارند. اما خب در ادامه بریم ببینیم چه چیزایی توی پایتون پیشرفته یاد میگیریم. خب این لیست مباحثیه که آماده کردم تا توی پایتون پیشرفته درس بدم. حالا ممکنه بعدا تغییر کنه یه چیزی بهش اضافه بشه یا کم بشه نمیدونم ولی فعلا اینا رو مد نظر دارم. خب توی پایتون پیشرفته قصد داریم با تابع و ماژول ها آشنا بشیم. بعد از اونم میریم سراغ کار با فایل. و همینطور راجع به کلاسا و شیگرایی یا ارسبری هم حرف میزنیم در آخر هم میریم راجع به چیزایی مثل ترای اکسپت، رجکس یا پیپ هم صحبت میکنیم بازم میگم این لیست مباحثیه که فعلا مد نظر دارم شاید در آینده تغییر کنه و چیزای بیشتری هم بهش اضافه بشه اما خب بذارین یه سری نکاتم راجع به پایتون پیشرفته که قراره در آینده شروع کنیم بهتون بگم ببینین توی پایتون پیشرفته ما به صورت تر و تر با مسائل آشنا میشیم و پیش میریم به همین خاطر وقتی وارد پایتون پیشرفته شدیم در واقع سطح آموزشمون یه پله بالاتر میره پس از همین الان بدونید که ما قراره توی پایتون پیشرفته به صورت حرفی تر و دقیق تر به مسائل نگاه کنیم و اونا رو یاد بگیریم اما در آخر میخوام چند تا سایت واسه تمرین برنامه نویسی بهتون معرفی کنم و یه سری نکاتم راجع به اونا بهتون بگم خب خیلی ها توی ایمیل ها از من درخواست میکنن که براشون سایت معرفی کنم که توش تمرین برنامه نویسی داشته باشه و در واقع اونجا تمرین برنامه نویسی کنن به همین دلیل من تصمیم گرفتم که توی این قسمت سه تا سایت بهتون معرفی کنم سایت اول که اینجا بینید سایت کودوارز هست که اونو میتونید برید توی گوگل سرچش کنید و توی ثبت نام کنید و تمرین های برنامه نویسی ها به زبون های مختلف انجام بدید مثل زبون پایتون، کاتلین، گو، سی و خیلی از زبونهای دیگه ای که داره. بعد از اون سایت لیت کود هست که اونم میتونید برید واردش رو ثبت نام کنید و تمریناش رو انجام بدین. یه سایت ایرانی هم که اینجا داریم سایت کوئرا هست که اونم میتونید واردش بشید تمرین برنامه نویسی داره و اونا رو انجام بدین. اما میخوام یه نکته یا راجع به این سایت ها بهتون بگم. ببینین در واقع از این سایت ها توی اینترنت فت تا فراوونه و من فقط اینجا سه تا بهتون معرفی کردم ولی یه نکته خیلی مهمی راجع بهشون وجود داره اونم این که اغلب سالایی که توی این سایت ها میبینیم در واقع سالات الگوریتمی هستند. حالا این یعنی چی؟ مثلا یه مسئله به شما میدن حالا شما باید بیاین راه حلش رو فکر کنید و پیدا کنید بعد رو بیاین به زبون کد نویسی حالا به پایتون یا هر زبون دیگه ای بنویسید مثلا بهتون سوال میدن که یه برنامه بنویسید که یه لیست از اعداد رو بگیره و دو تا عدد کوچکتر توی اون لیست رو پیدا کنه. خب اینجا شما میرید فکر میکنید ببینید چطوری دو تا عدد کوچکتر توی لیست رو پیدا کنید و بعد اونو برگردونید. در واقع بیشتر سوالات این سایت ها اینطوری هستن ولی خب اینجا یه فرقی با دنیای واقعی هم وجود داره. مثلا شما میخواین برین توی یه شرکتی یا توی پروژه‌ای کار کنید. خب اونجا از شما نمیخوان که یه برنامه بنویسید که مثلا دو تا عدد کوچیکتر توی لیست رو پیدا کنه بلکه مثلا اونجا از شما میخوان که یه سری اطلاعات رو از کاربر بگیرید و حالا توی دیتابیس ذخیره کنید یا یه سری اطلاعات رو از دیتابیس بکشین بیرون و توی برنامهتون نشون بدید یا اینکه مثلا یه فروشگاه اینترنتی داریم و از شما میخوان که بیاین مثلا یه سیستمی درست کنید که سبد خرید برای مشتریا داشته باشه فاکتور بزنه و از اینجور کارا پس میبینید که اینجا یه فرقی از بین مسائل و چالش های دنیای واقعی و بازار کار با این مسائلی که توی این سایت های حل تمرین باشون آشنا میشیم ولی این حرفم به این معنی نیست که این سایت ها و تمرین هاشون به هیچ دردی نمیخوره اصلا اینطوری نیست در واقع این جور سایت ها و تمرین هاشون به این درد میخوره که ما به عنوان برنامه نویس فکر کنیم و مهارت های برنامه نویسی خودمون رو به چالش بکشیم سوالاشون هم سخت و طولانی نیستن مثلا لازم نیست که 100 خط یا 200 خط کد بنویسیم خیلی هاشون توی کمتر از 50 خط کد حل میشند. پس با این وجود بهتره که هر از هم سری به این سایت ها بزنید و چند تا به عنوان تمرین و ورزش ذهن انجام بدین و مهارت های خودتون رو به چالش بکشین مثلا همین سایت کودوارس که الان اینجا میبینید و داخلش هستم من خودم چند روز پیش توی ثبت نام کردم و ده تا سال اولش که راجع به پایتون به امداده بود و حل کردم پس شما هم برین توی این سایت ثبت نام کنید و سعی کنید سوالاتش رو حل کنید یه چیزی بهتون میگم ولی شاید باورتون نشه ولی خیلی اصلا که یه عالم ویدیوی آموزشی میبینن و پیش میرن ولی آسان ترین سوالای برنامه نویسی هم نمیتونن حل کنند. ولی چرا همچین اتفاقی میفته چون در واقع اونا فقط فیلم ها رو میبینن و میرن نه کدنویسی نویسی میکنن نه فکر میکنن نه اینکه سعی میکنن خودشون سوالات و مسائل رو حل کنن کسی اینطوری برنامه نویسی یاد نمیگیره همونطور که کسی با ریاضی خوندن ریاضی یاد نمیگیره بلکه باید تمرین کنید تا ریاضی یاد بگیرین برنامه نویسی هم دقیقا همینطوره باید خودتون فکر کنید کد بزنید و تمرین کنید تا به صورت تدریجی چیزای مختلف رو یاد بگیرین و مهارتتون بیشتر بشه نه اینکه یه شبه بخواین همه چیزا یاد بگیرین یا توی یه ماه یا دو ماه راه صد ساله رو برین اما این قسمت ها دیگه همینجا تمومش میکنم توی قسمت بعدی وارد پایتون پیشرفته میشیم و با مپس تابه کارمون رو شروع میکنیم